عبدالرؤوف کودک ربوده شده در قیت سلامبای هست. به نام خداوند بخشاینده مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل دیلی پرست. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. عبدالرؤوف کودک ربوده شده در قیت سلامبای هست. کودک معصوم نبی بای بر اثر اختلاف روی 7 لک دلار با شریک تجاریش سلامبای ربوده شده هست. یافته های اطلاعاتی نشان می دهد که عبدالرؤوف کودک ربوده شده در بلخ در نتیجه منازعه میان پدر کودک و شریک تجاریش بر سر 11 لک دلار ناپدید شده هست. این فاجعه از کش و گیر نویبای پدر عبدالرؤوف با شریک تجاریش سلامبای شروع شد. نویبای از حساب شرکت 11 لک دلار برداشت کرده بود. مدت بعد 7 لک آن را بدون گرفتن رسید سند وصول مبلغ واپس به سلامبای برگرداند. اما سلامبای بعد از چند روز ناگهان به پدر عبدالرؤوف نویبای گفت که پولم را بده. نبی بای می گوید 7 لک را تادیه کردم، متباقی را به زودی می رسانم. سلام بای می گوید کدام 7 لک دلار؟ وی و از وصول 7 لک دلار انکار می کند و جنجال بالا می گیرد. یک هفته بعد سلام بای به یکی از شبکه های مخفی مافیایی که از جمله دوستانش بوده اند مراجعه کرده و با آنها پند و بستی را سامان می دهد. شبکه مخفی وابسته به یکی از سیاسون ارشد مزار شریف هست. سلامبای به فرد اول شبکه آدم ربایی می گوید که 11 لک دلار پیش نبی بای دارم، اما حاضر به پرداخت نیست. پولم را ازش بگیر. 5 لک دلار برای خودت و متباقی را به من بسپار. توافق حاصل می آید و عبدالرؤوف کوچک به زودی ربوده می شود. گزارش می گوید که کودک مظلوم در حمام زیر زمینی یکی از مهمانخانه های همان سیاسی ارشد نگهداری می شود. نبی بای اشرف غنی مارشال دوستم و همان سرمایدار سیاستگر از این راست مطلع اند، اما دولت کاری از دستش ساخته نیست. گروه ارک نشین در وضع وخیم بودن یا نبودن قرار دادن و حاضر به پرخاش و کار تمام با رقبای سیاسی محلی خیش آن هم بر سر یک طفل نیستند. مارشال دوستم در مصاحبهش با شبکه آریانا در این مورد محتادانه حرف زد و گمانزنی کرد که اختطافگران گروگانان خیش را از یک ولایت به ولایت دیگر میبرند. اما سخن مارشال ممکن است تخمین یا ندانمگویی تاکتیکی باشد که کودک در حمام زیرزمینی یک آپارتمان چند منزله قید هست. این آپارتمان مربوط یک مقام محلی هست. پدر کودک پیشا پیش به ریاست جمهوری هم خبر داده هست. دولت می تواند به سرعت به این تراژدی پایان دهد، اما اقدام نمی کند. فیلم ها و عکس هایی که تا کنون از دستگاه های تلفن دستی به شبکه های مجازی ارسال شده از سوی افراد فنی و هکرها می تواند کشف و ردگیری شود. هر تصویری که از یک کامپیوتر یا موبایل فرستاده می شود، هکرها می توانند شماره سریال، نوعیت و مکان آن را کشف کنند. دولت سهل می تواند از CIA یا استخبارات آلمان در بلخ کمک بخواهد. در عین حال، محافظ و راننده معاون امنیت ملی هرات کشته شدند. منبع امنیتی از کشته شدن دو کارمند ریاست عمومی امنیت ملی هرات خبر می دهد. یک مقام معتبر امنیت ملی هرات بدون افشای نامش در صحبت با روزنامه 8 صبح این رویداد را تایید می کند.
با گفته او دو کارمند ریاست عمومی امنیت ملی صبح روز دوشنبه 4 اوت در منطقه سید مختار شهر هرات کشته شدند. گواهان رویداد میگویند مردان مسلح موترسایکل سوار پس از گلوله‌باری بر کارمندان امنیت ملی جنگ افزارهای آنان را نیز با خود بردند. افراد کشته شده محافظ امنیت و راننده معاون امنیتی شهری ریاست امنیت ملی هرات هستند. بر روایت منبع امنیتی هدف حمله کنندگان موتر معاون امنیتی شهری ریاست امنیت ملی هرات بوده است، اما در هنگام گلوله باری او در موتر نبود و آسیب ندیده است، چون چند روز قبل نیز مردان مسلح در دو رویداد جداگانه بر موتر نظامیان ارتش گلوله باری کردند و دو کارمند یک شرکت خصوصی قراردادی با ارتش را در هرات کشتند. ترورهای مسلحانه یکی از بزرگترین چالش‌های امنیتی در هرات است و از مردم ملکی و نظامیان قربانی می‌گیرد. در عین حال، طالبان خطرناک‌تر از تروریسم بین‌المللی. اخیراً گروه مطالعاتی افغانستان که از سوی کنگره آمریکا تأسیس شده گزارشی را در مورد وضعیت افغانستان و مسائل امنیتی این کشور منتشر کرده است. آنچه در این گزارش آمده مروری است بر چگونگی وضعیت امنیتی افغانستان، میزان پایبندی طالبان به تعهدات توافقنامه دوحه و در نتیجه توضیح‌های برای آمریکا یکی از مواردی که در این گزارش از آن یاد شده، احتمال تبدیل شدن دوباره افغانستان به پایگاه تروریسم بین المللی است. به همین جهت و در همین راستا توصیه‌های از سوی این گروه مطالعاتی به جانب دولت آمریکا صورت گرفته است. در این نوشته تلاش شده است تا نشان داده شود که گروه طالبان گرچند خود به عنوان تروریسم بین المللی طبقه بندی نمی شود، اما به دلیل اینکه بسترساز و زمینه ساز گروه های تروریستی بین المللی هست و هم به آن جهت که احتمال تعیین اهداف فرامرزی از سوی این گروه زیاد هست، می تواند به مراتب خطرناکتر از تروریسم بین المللی باشد. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوی دیگر، خدایارو نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.